دوستان سلام، شاید بعضی از شما این کلیپ رو دیده باشید. یه تیکایشو با هم دیگه ببینیم، می‌خوام بررسی کنیم با هم دیگه. اون سالی که حسین رفت به کربلا 21 مهر ماه بود. 21 مهر ماه یعنی یک سوم پاییز رو هم ما رد کردیم. و اون جهنم و اون گرمای جهنمی و این چیزایی که این آخوندهای بی همه چیز میگن ولی من برمیگن دروغه. شما 21 مهر گرمتونه که یه زمینی کنار یه رودخونه، یه رودی ولی دریاچه‌ای باشه، آبهای زیرزمینی ناخودآگاه این آبها از طریق زیر زمین سرایت می‌کنن به زمین‌های اطراف. و زمین‌های اطراف قابل کشت هم خواهند بود و سبز خواهند بود نسبتاً. و منطقه کربلا به همین دلیل شما اگر چهارم زمین رو بکنید به آب می‌رسید. خب ببین من پاسخ این عزیزمون رو میدم. خب ولی پاسخ اصلی رو آخر کلیپ میخوام بگم که خیلی مهمه. اولا باید بگم که تشنگی که برای امام حسین علیه السلام بوده خود 10 روز محرم نبوده، 2-3 روز آخر بوده، به خصوص تا سو عاشورا. این که 10 روز وقت داشته باشن که حالا چا حف کنن و به این مشکلات بخورن نیستش. دوما فکر میکنم شما دوست عزیزمون، شما تهران هستی و کل دنیا رو با همون تهران مقایسه میکنی، یعنی شاید تا حالا خوزستان، آبادان نرفته باشی، حالا شاید کربلا نرفته باشی، اما دیگه مناطق جنوبی باید رفته باشی که ببینی که حتی در وسط مهر ماه گرمایی هستش که تو همچنان به کولر نیاز داری. از زنی که اروین کربلا رفتن توی این 2 سال اخیر دیدن که دم ظهر باید حتما سایبون داشته باشی، از بس آفتاب داغی وجود داره. تازه اگر سرسبز هم باشه، نخلستان هم باشه، سایه هم داشته باشه، تو اگه 2 ساعت خواسته باشی یه فعالیتی مثلا ورزش بکنی تشنه نمیشی؟ چه برسه به این که توی جنگ یه موقعی اونقدر کشته ها و یا یک صحنات دلخراشی که انسان میبینه باعث ضعف و تشنگی زیاد میشه. ندیدی تا حالا یک کسی وقتی یه تصادفی رو میبینه براش آب قن میارن؟ این لحاظ پزشکی هم ثابت شده است که تشنگی رو میبره بالا. 2 روز آب نداشته باشی، جای خوش آب و هوا باشی، تشنگی نمیاد سراغت. علی اصغر کی بوده؟ علی اصغر یه بچه 5 ماه بوده، 4-5 ماه بوده، نمیتونست گردن این بچه رو بزنه چون گردنی نیست، مگر اینکه چونه یه بچه رو گرفته باشه بالا امام حسین بگه آقا هر مله بزن به اون آخونده دجال. این دفعه اینو سوال کنید آقا، در رابطه با حضرت علی اصغر باید بهت بگم که از زمانی که امام حسین علیه السلام وارد سرزمین نینوا شدن و مقابل یزیدیان شروع می‌کردن به امر معروف و نهی از منکر تا عصر عاشورا، توی مقتل لهوف داره کتاب تاریخی هستش که میگه تعدادی از یزیدیان به خودشون میومدن و برمیگشتن به سمت امام حسین علیه السلام و هدایت می‌شدن. حالا در عصر عاشورا امام حسین تنها مانده و لشکری که داره هلهله میکنه و میخنده و فریاد میزنه و داره تضعیف روحیه میکنه و طبیعتاً محاصره هم تنگتر شده و نزدیک به امام حسین علیه السلام شدن. امام حسینی که وقتی با امر معروف و نهی از منکر افراد رو جذب میکنه، شاید امید داره به این که از سرباز 6 ماهه خودش استفاده کنه و روی دستان قرار بگیره، که شاید به خاطر سرباز 6 ماهه شیرخواره خودش که شده چند نفر به خودشون بیان و برگردن و هدایت بشن. و خود این حرکت امام حسین علیه السلام که طلب آب داره میکنه برای کودک 6 ماهش، خود این حرکت پیام داره که بابا شما منو دعوت کردید، من مهمان شما هستم، میدونید مهمانتون یه طفل 6 ماهه داره. و توی این صحنه بسیار مظلومانه این هست توی تاریخ، عمر سعد نگاه میکنه میبینه که لشکریان تعداد زیادشون مات و مبهوت دارن نگاه میکنن و میبینه دلها داره میلرزه. اونجاست که هر ملک از تیراندازای ماهری بوده که گفتم فاصله محاصره میتونسته خیلی نزدیک باشه، تیر 3 شعبه رو به سمت کودک 6 ماهه پرتاب میکنه. اشتباهی که دوست عزیزمون داره میکنه، میگه هدف قرار دادن گلو. خب این تیر 3 شعبه با پهنایی که داره، با وسعتی که داره، به سمت کودک پرتاب میکنه، میتونه به صورت اتفاقی و یا غیر اتفاقی به گلو و سینه اون کودک اصابت بکنه که توی مقتل داره از اذن تا اذن بریده شده، گوش تا گوش، چه بسا شاید این ضربه به صورت قرار گرفته. و دوست عزیز، این که میگی چرا امام حسین رو نزده، فرمانده جنگ رو نزده و اگر میزد جنگ تمام میشد، این مال عصر عاشوراست. اولا، دوما قرار نبود حسین کشته بشه. حسین شده به زور باید در نزد یزید بیعت کند و یزید را قبول کند خلافتش را تا انقلاب امام حسین در نطفه نابود شود، اما امام حسین رو نمیخواست. اتفاقا شما باید خود فکر کنید و تاریخ بخونید. تا زمانی که شما این خشم رو داشته باشی و این تعصب رو داشته باشی و با نفرت صحبت بکنید در مورد امام حسین علیه السلام، هم توی اسلاممون داریم هم توی روانشناسی هست، آدمی که تعصب داشته باشه نمیتونه واقعیت ها رو قبول بکنه. و این واقعیت امام حسین علیه السلام بود که میگفت حیات من ذلت، حتی اگر کشته بشوم زیر بار ظلم و ستم نمیرم من. لذا با شهادت مظلومانه امام حسین و خطبه های نازنین حضرت زینب و امام سجاد علیه السلام، انقلاب امام حسین علیه السلام پیروز شد. همون چیزی که الان شما ازش ناراحتید که میبینید انقلاب امام حسین علیه السلام
داره انقلاب‌های زیادی رو توی دنیا زنده می‌کنه که از اون نشأت گرفته. صادقانه اینو اعتراف کن. سوال سومت چی بود؟ دست ابوالفضل رو یه خود فکر کنید. دست قطع شده. مشکم تو اون دست قطع شده داره میفته پایین. دست قطع شده داره میفته پایین. چه جوری که دست قطع شده میتونه مشک رو بده به اون دستش؟ بیا چطوری میتونه ابوالفضل با این دستش بره خرم بشه اون مشک رو بگیره؟ دست داره میفته. یعنی سرعت عمل ابوالفضل از جاذبه زمین بیشتر بوده که این دست داره میفته، این رفته مشک رو گرفته. آقا یه مقدار فکر کنیم. ببین دوست من، کمی دقت کنی، 4 تا کتاب تاریخی مطالعه کنی، بری دنبالش، به این میرسی که مشک یک بندی داره که روی دوش میفته. همین مشکای امروزی رو نگاه کن، به خصوص کسی که پشت اسب مینشینه و سلاح دستشه باید دستاش آزاد باشه، این به وسیله یک بندی روی دوشه. زمانی که دست حضرت ابوالفضل رو قطع میکنن میتونه با بند دیگه‌ای برداشته بشه و حتی دست بعدی که بتونه در واقع اون مشک رو به دندان بگیره. حالا همه اینا به کنار، اصل کلیپ من اینجاست، اصل پاسخ من اینجاست. اصلا فرض میگیریم همه حرفای شما درست، فرض محال میگیریم تمام چیزایی که شما گفتی اصلا به کنار درست. پیام عاشورا اینهایی بود که تو گفتی؟ پیام عاشورا خشکسالی و آتش بود؟ پیام عاشورا حضرت علی اصغر بود؟ پیام عاشورا دستهای بریده حضرت ابوالفضل بود؟ چرا داری آدرس غلط میدی؟ پیام عاشورا این بود: من حسین زیر بار ظلم نمیرم، من حسین نمیتونم ببینم بالا سرم یک ظالمیه و داره ظلم میکنه و اسلام رو نابود میکنه، من حسین اگر یک زندگی با ذلت داشته باشم حاضرم بیخیالش بشم و یک مرگ با شرافت داشته باشم حتی اگر گردنم رو بدم، من حسین حاضرم با خون خودم انقلاب کنم که در مقابل شما ظالمین وایسم. این اون چیزیه که تو خیلی ازش ناراحتی. این اون چیزیه که آقایی که بالا سر ما هستن، پشت سر شیر و خورشید هستش، هزینه هایی رو میگیره که به ارباب ما به توپد. این اون چیزیه که مدافعان حرم باهاش جون میگیرن و سوریه و عراق و کشورهای دیگه باهاش زندن و اون چیزی هست که امام زمان ما باهاش میاد و قیام میکنه. پیام اصلی امام حسین به قول حسن جمالی، خدا رحمتش کنه، روزه امام حسین فقط 4 کلمه است: وای حسین کشته شد. حسینو کشتن، حسینی که واسه انسانیت قیام کرد، انسانیت واقعی، نه انسانیتی که مثل شما چارج کنی بگی انسانیت، مهربانی، آزادی دین، آزادی عقیده، آزادی عمل، مهربانی به دیگران، خوش اخلاقی به دیگران. این حرفا رو بزنی در مورد انسانیت، بعد بیای اینجا به دیگران و به عقایدشون توهین بکنی و بعد باهاشون صحبت کنی. نه خدا داشت، انسانیت حسین ما اصله که هر ساله توی محرم میاد به من و امثال من یادآوری میکنه ببین اخلاق یادت نره، مهربانی رو یادت نره، از مظلوم دفاع کن. و سوال آخر من از شماها اینه: توی لشکر یزیدی یا توی لشکر امام حسین؟ توی لشکر یزید میگن با حسین حاضری به جنگی؟ میگه آره. چقدر پول میدی؟ ولی توی لشکر امام حسین، امام حسین گفت عزیزانم همتون برید، اینا با من کار دارن. گفتن 70 بار هم در کنار تو کشته بشیم بازم هستیم. انسانیت، وفاداری، عشق بازی با خدا، چیزایی که با خشم و عصبانیت و تعصب لمس نمیشه. السلام علیک یا ابوالفضل.